یکی از اون قطعات مهم خود رو اینه این شما رو هم میشناسیم این شما جزو قطعات مصرفی خودروها محسوب میشن و اگه خراب بشن یا مشکل دار بشن نمیتونن اون وظیفه اصلیشون رو انجام بدن حالا سوالی که بیشتر افراد هم در رابطه با شما میپرسن اینه که میگن زمان تعویض این شم دقیقا چیه و یا ما از طریق چه روشهایی میتونیم تشخیص بدیم که فرزن این شم خراب شده یا عمرش تموم شده من یه سری از اون علائم و نشانه ها و نکاتی رو در رابطه با این شما میخوام براتون بگم که به راحتی میتونید زمان تعویز اون رو بفهمید ببینید بچا این شما انواع مختلف دارن و حالا بسته به نوعی که روی خودره شما نصب شده اینا متفاوتن ولی به طور کلی بچا اینا عمری بین 15 تا 15 هزار کیلومتر رو دارن ولی خب اینا یه سری مشخصات مختلف دارن من نمیخوام درباره همشون توضیح بدم چون ویدیو خیلی طولانی میشه و خسته کننده من یه سری از اون چیزا که در رابطه با این شبا مهمه رو میگم بعد میریم سراغ اون علائم ببینید اه... نمیدونم حالا دقیقا میبینید یا نه این شما ببینید دو تا الکترود دارن الکترود وسطیه الکترود مرکزی اسمش با قطب مثبت و این یه چه. این یه منحلی داره و تو اینم دو است که توی خودروهای گازسوز از این مدل در واقع شما استفاده میکنن و توی خودروهای بنزین سوز بیشتر از این مدل است که یه دونه پلاتین داره ولی خب این پلاتینای بغلش هم الکترود بدن است که با قطب منفیه و یه نکته مهمی که در رابطه با این شما هست اینه که اینا از لحاظ الکترود مثبت که همون گفتم مرکزه اینا به دو دسته معمولی و سوزن تقسیم بندی میشن که اینا این دوتا شمشه که من آوردم از نوع تخت یا معمولیه این مدل شما هم حالا از لحاظ عمر چه بخوام بگم اینا عمرشون نسبتا به نوع سوزن کمتره که بین حالا 15 تا 20 هزار کیلومتر این نوع شما جنس الکترودشون از جنس نیکله دقت زرکزنیه در واقع این شما کمتره و مقاومت حرارتی پایینی در واقع نسبت به شمای سوزنی دارند. نوع دیگه این شما گفتم سوزنی هست نوع الکترود اونا به شکل سوزن ماننده که اینا زرکه دقیق و در واقع گوی دارن نسبت به این تختا عمرشون بیشتر تا پنزا هزار کیلومتر میرسه صداشون نسبتا کمه که افزایش شتاب رو توی خود رو منظر میشن و به طور کلی افزایش عملکرد کلی موتور رو به دنبال دارن شمای سوزنی هم از لحاظ متریال حالا این شمای تکچه گفتم اینا از جنس نیکل بیشتر توی شمای سوزنی یه سری که خیلی رایزه ایریدیومه و یه سری هم پلاتینیوم که این جنس های الکترودا باعث میشه که عمر در واقع شم خیلی زیاد بشه حتی بالاتر از 50000 کیلومتر و بتونه به درستی اون عملکردش رو در واقع انجام بده و یه نشته خیلی مهمی که هست هر نوع شمی میشه توی خودروتون استفاده میشه شما باید دوباره زمان تعویز از همون مدل شم استفاده کنید مدل منظورم برند نیستا منظورم اینه که فرزن این شم که دو دو دستمه اینا از نوع الکترودشون از نوع تخته و اگه شما بخواید این تخت رو تعویز بدید به سوزنی این باعث مشکل توی خودروتون میشه پس اون نوع شم خودروتون رو که کارخونه سازنده گذاشته باید حتما رعایت کنید که دقیقا از همون مدل شم باشه چون بعدا دوچار مشکلات بعدی توی خودروتون میشه حالا زمانی که این شما دوچار خرابی و مشکل میشن یا عمرشون تموم میشه اینا یه سری نشانه دارن که به ما میگن زمان تعویز این شما فرا رسیده ما باید نسبت به تعویز این شما اقدام کنیم حالا این نشانه ها چی هستن؟ اولین نشانه سخت استارت خوردن یا سخت روشن شدنه که احتمال داره این شما اون زرکه لازم رو ایجاد نمی کنن و باعث میشن که خودرومون به سختی یا دیر روشن بشه دومین نشانه افت شتاب خودرومونه یکی از اون مهمترین پارامترهای مؤثر تو شتاب گیری تنظیم بودن زمان زرکه زنی شماست معمولا وقتی خراب میشن اون نظم زمان زرکه زنی به هم میخوره و باعث افت راندمان موتور میشه که نتیجه اون کاهش قابل توجه شتاب ماشینتونه سومین نشانه تغییرات ناگهانی دور موتور مونه که وقتی این شما خراب میشن باعث میشه که فرایند ترکیب سوخت هوا تو موتور به هم بریزه که در نتیجه این اتفاق ممکنه موتور هوای بیش از حدی رو به داخل محوظه احتراف مشش کنه که یکی از اون تبعاتش نوسان شدید دور موتور خود رو حین رانندگی مورد تهارم هم افزایش مصرف سوخت خب این هم برمیگرده به ترکیب میزان سوخت و هوا توی محوظه احتراق که توی مورد قبلا گفتم افت شتابی که اتفاق میفته این میاد دوباره چی میکنه اون میزان مصرف سوخت رو بالا میبره که شما بعد چند بار حالا توی خودرو سوار میشید متوجه این مسئله میشید که خودروتون نسبت به گذشته اون سوخت بیشتری رو در واقع مصرف میکنه مورد پنجم روشن شدن چراغ چکه خب روشن شدن چراغ چک دلایل مختلفی داره ولی اگه اون موارد قبلی که بهش اشاره کردم توی خودتون دیدید و علائم بدسوزی و موارد دیگه احتمال داره سنسورا در این صورت خطایی را به سمت ایسی بفرستن و باعث بشه که چراغ چک روشن بشه که تو این صورت بیشتر چراغ چک خودش رو به صورت چشمهزن نشون میده مورد ششم هم تغییر کردن صدای موتوره خب بعضی وقتا پیش میاد که این شما رسوبات کربن اینا رو میگیره و یا اینکه بعض وقتا میشه که اون رینگ پیستون ماشینتون خراب شده و روغن رو به داخل محوزه اتراق نشت میده که باعث میشه که این شما روغنی بشن و این شم نتونه اون زرکه لازم رو تأمین کنه که باعث میشه که خودروتون به اصطلاح تچ کار کنه و اون شمی که روغنی شده زرکه لازم رو ایجاد نکنه نتیجه شم این میشه که ماشینتون کشش لازم رو نداره و صدای موتور ماشینتون تغییر پیدا میکنه مورد هفتم خارج شدن دود گلیز تیره از اگزوز ماشینتونه پس وقتا ما از طریق این علائم میتونیم اون زمان تعویز شم رو بفهمیم و بدونیم که عمر این شم احتمالا تموم شده منتظر ویدیوهای بعدی از کانال من باشید فعلا تا بعد